سرخط مهمترین خبرها. حملات تازه جبهه آزادی افغانستان بالای طالبان. یک دختر جوان در ولایت پروان خودکشی کرد. کابلوف در نشست کازان در مورد ایجاد حکومت فراگی قومی و سیاسی در افغانستان بحث خواهد شد. برنامه جهانی غذا، اگر نتوانیم بودجه پیدا کنیم از افغانستان بیرون خواهیم شد. و جسد بیسر یک شهروند افغانستان در پاکستان یافت شد. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما باشید. یک دختر جوان در پروان خودکشی کرد. منابع محلی در پروان از خودکشی یک دختر 20 ساله در این ولایت خبر می‌دهند. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح تایید می‌کنند که این دختر شامگاه یک شنبه 26 سنباله در روستای قولخول از مربوطات ولسوالی سیاگرد این ولایت خودکشی کرده است. و گفته این منابع، این دختر با شلیک گلوله تفنگچه به زندگیش پایان داده است. هرچند تا اکنون انگیزه دقیق خودکشی این دختر جوان معلوم نیست، اما منابع خشونت‌های خانوادگی را علت وقوع این رویداد عنوان می‌کنند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. این در حال است که از زمان سلطه دوباره طالبان بر افغانستان به این سو، رویدادهای خودکشی در میان جوانان به ویژه دختران در کشور افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا، اگر نتوانیم بودجه پیدا کنیم از افغانستان بیرون خواهیم شد. رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا هشدار داده است که اگر این سازمان نتواند بودجه پیدا کند، از افغانستان به طور کامل بیرون خواهد شد. سیندی به شبکه NBC نیوز امریکا گفته است که برنامه جهانی غذا در تاریخ 6 ساله خود با بدترین کمبود بودجه مواجه شده است. او گفته است اگر نتوانیم بودجه برای افغانستان تامین کنیم، باید این کشور را به طور کامل کنار بگذاریم. او در این مصاحبه تاکید کرد که برنامه جهانی غذا در یک وضعیت ناامید کننده قرار دارد. و گفته او در حال حاضر نگرانی های زیاده در مورد کمک های خارجی به ویژه کشورهای نیازمند وجود دارد. رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا هشدار داد در افغانستان برنامه جهانی غذا حتی برای ماه اکتبر پول کافی ندارد. پس از روی کار آمدن طالبان در ماه اسد 1400، میزان فقر و گرسنگی در افغانستان به شدت افزایش یافت و اقتصاد افغانستان با بحران مواجه شد. حملات تازه بالای پایگاه های طالبان در شمال افغانستان. منابع محلی از حمله راکتی بر یک پایگاه طالبان در پروان خبر می دهند. دست کم 3 تن از باشندگان محل در صحبت با روزنامه 8 صبح تایید کردند که این حمله حوالی ساعت 1:30 یکشنبه شب 26 سنباله بالای قرارگاه طالبان در منطقه دوسرکی ولسوالی بگرام انجام شده است. مسئولیت این حمله را جبهه آزادی افغانستان بر عهده گرفته است. هرچند منابع محلی گفتند که این راکت در محوطه قرارگاه نظامی طالبان برخورد کرده و تلفات در پی ندارد، اما جبهه آزادی افغانستان با انتشار خبرنامه مدعی شده است که در نتیجه این حمله دست کم 3 جنگجوی طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. در خبرنامه آمده است درگیری میان نیروهای این جبهه و طالبان 1 ساعت ادامه داشت و در آن از اسلحه های سبک و سنگین استفاده شده است. بر بنیاد خبرنامه در این حمله 2 اراد رنجر طالبان نیز تخریب شده است. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که نیروهای جبهه آزادی شامگاه شنبه 5 سنباله نیز بالای یک بازگاه طالبان در ولسوالی دولتچای لغمان حمله کردند. کابلوف در نشست کارزان در مورد ایجاد حکومت فراگیر قومی سیاسی در افغانستان بحث خواهد شد. زمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان اعلام کرده است که در نشست کازان قرار است در مورد ایجاد حکومت فراگیر قومی سیاسی در افغانستان بحث صورت گیرد. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان شنبه 27 سنباله در نشست خبری گفته است قرار است در این نشست ما بر موضوعات کلیدی از جمله تروریسم، مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و همچنین ایجاد حکومت فراگیر از سوی طالبان بحث کنیم.
آقای کابلوف تاکید کرده است تا آنجایی که به خود افغانستان مربوط می شود تمرکز بر ایجاد یک حکومت قومی و سیاسی فراگیر خواهد بود. این مورد قطعا مورد بحث قرار خواهد گرفت. او در پاسخ به پرسش این که آیا نشست در نشست کازان در مورد عدم ارجاع و پابندی تعهدات طالبان بحث خواهد کرد گفت حتما این کار انجام خواهد شد، اما این تنها تمرکز نخواهد بود. چندین موضوع کلیدی از نظر منافع کشورهای منطقه که گروه مسکو را تشکیل می‌دهند دخیل هستند. دستور کار آنها البته موضوع تروریسم و جنایت مواد مخدر را شامل می‌شود. جسد بیسر یک شهروند افغانستان در پاکستان یافت شد. گزارش‌ها جسد بیسر یک شهروند افغان را که معدنچی بود در بلوچستان پاکستان پیدا شده است. روزنامه دان روز دوشنبه 27 سنبله گزارش داده که این جسد در منطقه توکی بلوچستان پس از ادلاع باشندگان محل توسط نیروهای امنیتی پاکستان پیدا شده است. هویت این فرد صفی الله انوان شده و گفته شده است که در معدن زغال سنگ مالیزی کار میکرد. مشخص نیست این رویداد چگونه و توسط چه کسی صورت گرفته است. یک افسر ارشد پلیس پاکستان گفته است ما در حال بررسی قتل غم‌انگیز هستیم. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. ایجاد شوراهای آلمان دین از سوی طالبان در 7 ولایت. شورای آلمان دین به فرمان رهبر امارات طالبان در ولایت‌های نورستان، بامیان، میدان وردک، غور، سرپل، لغمان و دایکندی ایجاد شده است. بلال کریمی معاون سخنگوی امارات طالبان گفته است که این شوراها به هدف حل مشکلات مردم و آوردن نظم بیشتر به نهادهای امارات طالبان ایجاد گردیده است. شورای آلمان دین در پیش از این در 26 ولایت ساخته شده بود. بلال کریمی با تولونیوز گفت به خاطر استحکام نظام، به خاطر بهبود امور و وظایف که جا می شود، مشوره گرفتن و مشوره کردن با آلمان دین یک امر شرعی می باشد. بنابراین امارات طالبان در ولایت‌های مختلف شوراهای علما را تدویر و تعیین کرده. در همین حال، شمار از آلمان دین ایجاد شورای آلمان را برای رسیدگی به مشکلات مردم در ولایت‌ها مهم می دانند. مولوی عبدالرحمن عابد، عالم دین گفت زمانی که مردم میآیند و نظر میدهند اثر مثبتش زیاد است، اما گپ این است که این افراد باید در ارائه نظر آزاد باشند. مولوی عبدالقادر یکی دیگر از عالمان دین گفت یک انتخابات شفاف اگر برگزار شود علما از هر جریان و از هر نهاد وابسته به هر قوم و مذهب که است آزادانه در این شورا انتخاب بکنند و رئیس خود را تعیین بکنند، آن زمان تاثیرات خود را میداشته باشد. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.